همیهنان ارجمند، هنگام افشار در برنامه رو در رو از استودیوی دالاس تگزاس، امروز چهارم از ماه سپتامبر، درست سپتامبر 2008 مسیحی مقارن با 2716 ایرانی از زمان تشکیل دولت مادها در ایران. شروع برنامه رو باید خدمتون بگم که یک تبریکی داریم برای تمام بانوان جهان، چون هر وقت در گوشه از خاک دنیا در هر کشوری یک اتفاق جالبی، یک افتخاری خانم میآفریند، این امتیازش به تمام بانوان جهان میره، چرا که تا 150 سال پیش بانوان چه در امریکا، چه در اروپا، چه در ایران، چه در سایر نقاط جهان هم شکل بودن، هم گونه زندگی میکردن، صاحب یک اختیار قانونی بودن، حقوق اجتماعی نداشتن، حقوق رأی نداشتن، کارخانه ها باز نشده بود، در خانه بودن، بچه داری میکردن، میپختن، رفت روب میکردن، وزیر سلطه آقایون بودند. خب تربیت فرزندانم باید بگیم واقعا یک مادر خودش باید یک تربیت اجتماعی و فرهنگی داشته باشه تا بتونه فرزند خودش رو، پسر خودش رو، دختر خودش رو یک تربیت اجتماعی و فرهنگی بهش بده. پس وقتی مادران ناآگاه بودن، خودشون کسب نکرده بودن چنین فرهنگی رو، آنچه به فرزندان انتقال میدادن همان بود که یک مادر باید برای شما بپزد، بشوید، بزاید، و تربیت بر عهده پس پدران بود. پدران رول مادر مادر فرزندان بودند. مادر دختران فکر تصور میکردن باید مثل سرنوشتی همگونه سرنوشت مادران داشته باشند و پسرانم داشتن، تا اینکه حقوق زنان حرکت کرد، کارخانه ها باز شد، زنان مشارکت کردن از طریق انجمن ها، از طریق اشتراک مساعی و رد و بدل عقاید، و پس از 150 سال ما میبینیم که در چهار گوشه جهان چه اتفاقاتی برای خانوم ها افتاده، در رأس کارهای مهم دولتی، کارخانه ها، تجارت، در هنر، در هر زمینه‌ای که بفرمایید امروز خانوم ها پویاگر هستند. و تا 88 سال پیش در همین امریکا، یعنی تا سال 1920، خانوم ها حق رأی نداشتند. 88 سال هست که الان دقیقا خانوم ها صاحب حق رأی شدن. و ببینید امروز کار به کجا کشیده که کاخ سفید بدون متوسل شدن به رأی بانوان، قدرت بانوان، نیروی بانوان و جاذبه بانوان در صحنه نمیتواند به کاخ سفید راه پیدا کند. خانوم هیلری کلینتون که یک سال و نیم کوشش کردن به عنوان کاندیدای دموکرات ها در این راه شکست خوردن، بخشی از شکست ایشان روش غلط بعضی از رسانه ها بود و در واقع سکسیزم ایشون رو به عنوان یک زن از ضربه هایی که واقعا شایسته نبود، یعنی به آقایان اونگونه برخورد نمی کردن. این خانوم هیلری کلینتون علی‌رغم تمام لیاقت‌های فردی و تجارب 35 ساله خودش و محبوبیتش در بین 18 میلیون رأی از صحنه خارج شد و آقای اوباما سیاه پوستی که ایشون هم میتونیم بگیم در کشوری زندگی میکرد تا سال 1968، مارتین لوتر کینگ بزرگ مرد سیاه پوستان، تا وقتی این فعالیت سیاه پوستان، جنبش های سیاه پوستان نبود، و خانوم روزا پارک یک زن سیاه پوست که در اتوبوس نشست و گفت من از جای خودم حرکت نمی کنم، در جای سیاه پوستان نمی نشینم، این جنبش به جایی رسید که امروز ما می بینیم که خانوم ها به کاخ سفید راه پیدا می کنن. به هر جهت آقای اوباما خانم کلینتون رو انتخاب نکردن به عنوان نماینده خودشون،
کاری بس اشتباه کردن، اما آقای مکین نماینده جمهوری خواهان وقتی که دید زمینه بسیار مستعده و یک خلأ سیاسی ایجاد شده در بین زنان، یک شگردی زد، در واقع تکخال خودش رو رو کرد و یک بانوی شایسته و لایق خانوم سارا پیلن، شهردار و در حال حاضر فرماندار ایالت آلاسکا رو، تا یک هفته پیش این خانوم رو کسی نمی‌شناخت جز در حیطه خود ایالت خودشون، و این خانوم به قول کریس والاس تحلیلگر فاکس نیوز میگفت یک ستاره در کهکشان ظاهر شد، یک ستاره متولد شد. در واقع دیشب این خانوم در کنوانسیون جمهوری خواهان برای نخستین بار، یعنی بار سومشون بود ایشون صحبت میکردن، ولی نخستین بار در مقابل چشم میلیون ها انسان سخنرانی کردن و چنان سخنرانی توأم با ظرافت زنانه محکم که به هر حال اون مجلس رو، در واقع ساختمان کنوانسیون رو پایین آوردن و الان تمام رسانه ها تحت شعای خبر ایشون قرار گرفته، به وجهی که حتی این بزرگترین فاجعه امریکا که طوفان های عظیم گستاو، میلیون ها نفر از خونه ها فرار کردن، خانه خراب شدن، برق و آب قطع شده، به کل محو شده و خبرهای دیگر جهان. و هوش و عرضه و لیاقت و قدرت یک زن چون مطرح شده، چون جمهوری خواهان خیلی حرکت هاشون کسل کننده بود، خسته کننده بود، جلب توجه نداشت، اما این خانم آقای اوباما وسایل اخبار رو در واقع از خبر زد کنار در حال حاضر. حالا ببینیم بقیه حرکت ها چه می شود. اما از سوی دیگر ما میبینیم که در ایران قوانین قانون حمایت از خانواده، لوایح واقعا ناجوانمردانه در مورد خانوم ها، از جمله لایحه حمایت از خانواده که باید بگوییم لایحه جنایت از خانواده، اختیار 4 همسر قانونی برای خانوم ها مطرح شد که البته با عکس العمل خانوم ها در مجلس و بانوان مبارز در ایران فعلا معلق گذاشتن این بحث رو، اما ما نباید این بحث رو رها کنیم، چون خود مطرح کردن چنین موضوعی اهانتی است به سوی خانم ها. و امروز دو مهمان نازنین داریم در این مورد بحث میکنیم، سرکار خانم شکوه میرزادگی، فعال حقوق بشر، نویسنده، روزنامه نگار، مؤسس سایت یا تارنمای سیف پاسارگاد، نجات پاسارگاد. درود بر شما سرکار خانم شکوه میرزادگی. سلام خانم افشار و سلام بر بینندگان و شنوندگان شما. درود بر شما. و از ایران آقای مهندس کوروش زعیم، فعال سیاسی و فعال حقوق بشر و یکی از فعالین نجات میراث فرهنگی ایران به ویژه پاسارگاد. درود بر شما جناب مهندس کوروش زعیم از ایران. درود بر شما خانم افشار و مهمان گرامیتان و بینندگان عزیز، و سپاس از ایستگاه دادن این فرصت به من که در این برنامه شرکت داشته باشم. باعث افتخار. اجازه بدین که این پرسش مشترک رو مطرح کنم. سرکار خانم شکوه میرزادگی، شروع شما. این جنب و جوش بانوان در صحنه سیاسی امریکا، شما تصور می‌فرمایید چه تأثیری خواهد داشت در بین اجتماعات مختلف، زنان ایران، زنان سایر کشورهای جهان؟ خواهش میکنم خانم افشار. من فکر میکنم یکی از مسائل مهمی که قبل از هر چیز باید گفت و توضیح داد اینه که اون چی که زنها الان در آمریکا هستن و الان دارن در واقع در نقش رهبری سیاسی آمریکا ظاهر میشن، یک امر تزیینی نیست مثل اون چی که مثلا در کشور ما نماینده داریم، ولی این نمایندگان
تزئینی هن. هیچ کدومشون واقعی نیامدن بالا و واقعی نشستن در جایگاهی که بودن. این اول از قضیه، یعنی اینکه خیلی ها میگن که چرا مثلا تازه زنا دارن در آمریکا میرن، مثلا در پاکستان اونجوری بوده، در فلانجا اینجوری بوده. در آمریکا به خاطر اینکه واقعا اساس هر کاری باید یه سلسله مراتبی داره که اون سلسله مراتب بگذرن. جنبش زنان آمریکا به عقیده من یکی از مهمترین جنبش های جهانیه که روی کل جنبش جهانی اثر گذاشته، از اوایل در واقع قرن 19 تا اکنون. در این ارتباط به خاطر اینکه این جنبش یک جنبش زنجیروار و متحد بوده، یعنی از ابتدا مجموعه ای از زنها، چه مذهبی، یعنی در واقع با مذاهب متفاوت، با عقاید سیاسی اجتماعی متفاوت، با سلیقه های متفاوت، در یک امر واحد که اون برابری حقوق زن و مرد باشه متحد شدن. از نظر قانونی من و شما که در اینجا هستیم و همه میدونن که الان زنان آمریکا از تمام قوانین برابری خواهانه یا برابری طلبانه، هر چیزی که دیگران دلشون میخواد، اینا برخوردارن. یعنی هیچ قانونی در این مملکت نیست که مردها و زنها تفاوت کنن. ولی از نظر فرهنگی، از اونجایی که همیشه مسائل فرهنگی دیرتر عمل میکنه، از نظر فرهنگی مردم در واقع تا قبل از این انتخابات، تا قبل از این سالهای اخیر بهتره بگم، آمادگی این که رئیس جمهور زن داشته باشن نداشتن. در این انتخابات، انتخابات بسیار مهمیه برای اینکه مردمان نشون دادن هم آماده هستن که بتونن رهبر سیاه پوست داشته باشن، رنگین پوست داشته باشن، و هم آماده هستن که رهبر زن داشته باشن. اون چی که مسلمه، این مهمترین اثری بوده که انتخابات امریکا داشته، یعنی این خواست فرهنگی گذاشته. ولی من فکر میکنم در واقع خانم کلینتون، یعنی یک زن روشنفکر لائیک، با تلاشی فوق‌العاده مردم آمریکا رو آماده پذیرش این کرده که یه زن بره توی در داخل کاخ سفید، و خانم پیلین مذهبی محافظه‌کار از این سکوی راحت بالا رفتن و اکنون دارن به عنوان یک رهبر سیاسی معرفی میشن که در واقع الان دیگه بستگی به این داره که شایستگی خودشون رو نشون بدن، برای اینکه فرقی نمیکنه که زن باشه یا مرد، ایشون باید نشون بدن از نظر به مردم که این شایستگی رو دارن. متاسفانه آقای اوباما به این بخش و این لحظه تاریخی که مردم این سرزمین آماده هستن که یک زن رو در بخش رهبری جامعه بپذیرن نکردن، و در عوض حزب محافظه‌کار این هوش رو نشون داد که بلافاصله زنی رو بذاره، و این زن توجه به هر حال بخش بزرگی از جامعه آمریکایی رو که مربوط میشه به زنهای در واقع زن مادر یا زن در واقع زن و با کار حرفه‌ای توأم بودن، آمادگی دارن که بتونن به ایشون رأی بدن، و ما باید بشینیم. البته الان معلوم نیست، و ما باید بشینیم و منتظر بشیم که چه خواهد شد. سپاس از شما خانم میرزادگی. آقای مهندس دهیم، آیا این فعالیت های واقعا چشمگیر بانوان در امریکا، به ویژه راه یافتن به کاخ سفید و سخنرانی دیشب خانم سارا پیلن، انعکاسی داشته در ایران؟ بله، البته گزینش خانم پیلین در ایران این خطر رو داشته که توی انتخابات آمریکا این دفعه که افغانستان شکنی شده و برخلاف گذشته این شهامت پیدا کردن که زنان رو برای ورود به کاخ سفید کاندید بکنن و آفریقای تباران رو، و از ما
در ایران انتخابات آمریکا به صورت یک شطرنج بهش نگریسته میشه که به عمده آمریکا سعی میکنن توازن رو برای جلب بیشترین رأی مردم به دست بیارن، ولی این بار همونجور که ذکر شد زنان برای اولین دفعه مطرح شدن برای کاخ سفید، در حالی که در اروپا مدت زیادی که زنان به بالاترین شغل‌های سیاسی میرسن، در آمریکا این سنت شکنی بسیار چشمگیر بوده و چیز حزب جمهوری خواهم از اشتباه حزب دموکرات ها استفاده بهینه کردن و خانمی رو معرفی کردن که در آغاز علت جوانی و تجربگی احساس تردید رو به وجود آورده بود، ولی با سخنرانی ایشون و عرضه خودشون نشون داد که توانایی کامل برای همراهی کاندید جمهوری خواه دارن. در ایران هم از روی جنبش زنان ما این اثر بسیار مثبت داشته و نشون داده که زنان میتونن در عرصه سیاسی اثرگذار باشن و رهبری رو به دست بگیرن. بنابراین من تصور میکنم که جنبش زنان ایران که یکی از آقای دکتر، آقای مهندس، صدایشون قطع شد، تلفنشون آن تلفن توی یک لحظه قطع شد. شما صحبت بله بله فرمودید که این حرکت ها در جنبش بانوان ایران تأثیر گذاشته. خب تأثیرش رو هنوز نشون نداده، ولی شما که تماس دارین با بانوان ایران با قشرهای مختلف، از صحبت ها این الهام گرفتن، در واقع شیر شدن، تهیید شدن و در بین طبقه روشنفکر یا بانوان که جنبش اجتماعی را آغاز کردن میبینید، دیدید در این چند هفته، بویژه از دیشب میتونم بگم اصلا تاثیرگذاری انتخابات این دوره آمریکا روی جنبش زنان از موقعی آغاز شد که خانم کلینتون وارد مبارزه انتخاباتی شد و اون رأی اکثریت همگانی رو در آمریکا گرفت. خب این اثر تاثیرگذار در جنبش زنان ایران، چون زنان ایران خودشون رو با یک همچین موازی همسال می‌بینن. در ایران زنان همیشه آزادتر از بالا بودن و در عرصه سیاسی حالا یا آشکار یا غیر آشکار در صده های زیادی هزاران سال پیش شرکت داشتند و ما الان در شرایطی هستیم که دو نوع فرهنگ الان در چیز سرنوشت زنان متأثر گذار. یک فرهنگ ایرانیه که خیلی مطابق با همین روندیست که در آمریکا میبینیم و در اروپا جاری بوده، و یک فرهنگ بازمانده از گذشته قشری از جامعه که فرهنگشون رو از بیرون از ایران می کردن هست، که زن رو به صورت یک مال تجاره یا اموال خود تلقی می کنن. بنابراین هر اتفاقی در سیاست بین المللی رخ میده که زنان پایه‌گذار یا پیشرو در اون باشن، جنبش زنان ما رو تقویت میکنه و زنان ما رو امیدوارتر به نتیجه مبارزهشون در درون ایران میکنه. بسیار زیبا. سرکار خانم شکور میرزادگی، این پیشنهاد قانونی شدن لایحه 4 همسر قانونی به واقع در چنین بره از زمان که بانوان ایران پیش قراولان بودن، حتی جلوتر از بانوان امریکا میتونیم بگیم فعالیت های اجتماعی و سیاسی که بوده در دوران مشروطه 100 سال پیش، این رو شما چگونه تونستین به عنوان یک بانو تحمل بکنید و تصور میفرمایید قصد و هدف رژیم از پیشنهاد چنین لایحه‌ای چه هست؟ خانم افشار، اولا که خب ما خیلی سال پیش، یعنی قبل از اسلام، زنان ما حقوقی رو داشتن که الان یک صدم رو هم زنان اکنون ایران ندارن. بگذار حالا مشروطه رو بذارین کنار یا قبل از انقلاب رو حتی که بسیار
بعد از چند سال بعد از انقلاب با قانونی کردن صیغه، یعنی در واقع با مطرح کردن صیغه، این تدارک رو دیده بودن. یعنی اول شروعش با صیغه بود که مردم رو در واقع آماده بکنن برای اینکه خب حالا صیغه است. و متاسفم که در همون زمان هم من می دیدم که برخی از زنان فمینیستی که در خارج از ایران هم زندگی می کردن می گفتن خب پسر دخترهای جوان چه بکنن وقتی کاری ندارن، وقتی نمی تونن با هم ارتباط داشته باشن، بذارین صیغه بشن. من همه حرفی که همون زمان هم می زدم این بود که از نظر من رابطه یه زن و یه مرد به صورت آزاد هیچ اشکالی نداره، بسیار هم زیباست. اما وقتی که دو نفر رو به عنوان بیان صیغه کنن و اگر کسی به این موضوع صیغه که به نوعی خرید و فروشه، منتها خرید و فروش یک ساعته، دو ساعته، پنج ساعته توجه بکنه، اون وقت میبینه که این چیزی جز تن فروشی نیست. یعنی یک تن فروشی مذهبی رو اینها جا انداختن به شکلی که دختر الان، دختر 14 ساله خانواده های روشن و تحصیل کرده، اینها که یه همچین دنبال این مسائل نیستن، ولی در یه خانواده هایی که در واقع محروم هستن از آگاه شدن و باسواد شدن، دختر 14 ساله دست یه آقا رو میگیره میبره تو خونه و به پدر مادرش میگه خب صیغه‌اش شدم، کارش غیر شرع که نکردم. در واقع خودش رو خودفروشی میکنه و مورد تاییده. پس این مسئله تازگی نداره، این مسئله اتفاق افتاده در ایران از بلافاصله بعد از انقلاب و به نظر من یکی از فاجعه انگیزترین اتفاقاتی است که در ایران افتاده. سپاسگزار. آقای مهندس کوروش زین، شما که در داخل ایران هستین، یک فعال سیاسی، فعال اجتماعی، بانوان ایران چگونه چنین طرحی رو گرفتن، در واقع باهاش مواجه شدند و مبارزه کردند؟ چون گویا دو روز پیش مجلس اعلام کرده که این طرح از مجلس، تصویبش از مجلس خارجه، فعلا معلق گذاشتن، اما آقای رهبر فرمودن که ای بابا این اشتباه کردین، این برای حمایت خانواده است. بفرمایید که مبارز زنان در این ارتباط چی بود که مجلس مجبور شد که فعلا این لایحه رو تصویب نکنه؟ بله، البته این لایحه به صورت که به مجلس داده بود در واقع یک ننگ بر پیشانی فرهنگ ایرانی، و اون چه که مورد اعتراض زنان بودن به طور کلی جامعه روشنفکر ایران هست، دو ماده هست که دولت نهم بون افزودن لایحه نخستین این دو ماده رو نداشت. یکی هم ماده 25 که حتی قوه قضاییه هم به اون اعتراض کرده، اینها اضافه کردن. و این دو ماده اتفاقا درست در مغایرت کامل با فرهنگ ایرانی، فرهنگ بشری هست. و اینکه یک زن رو به عنوان یک مال تجاره در اینجا بهش اشاره کردن، کسانی که اینو وارد کردن به این لایحه، که اکنون نام لایحه ملال خانواده رو نام گرفته، کسانی هستن که برداشت نادرستی از قرآن دارن و برداشت اونها بر پایه تمایلات شخصی و اثرگذاری فرهنگ قبیلگی هزاران سال پیش، اشاره دیگریه که در اونجا مالکیت زنان به علت اینکه دائم بین قبیله ها جنگ بود و به همدیگه حمله میکردن، تجاوز میکردن، مال و زن همدیگه رو غارت میکردن، موقعی مردان کشته میشدن و زنان قبیله دیگر رو اینها تحت حمایت خودشون قرار میدادن. و این برداشت از اونه و جنه در قرآن چیزی نیست. من در سوره نساء که راجع به زنانه هرگز چنین برداشتی نکردم و اینها دارن یک سوء استفاده تقریبا شخصی برای اینکه توجیه کنن روش زندگی خودشون
است که در اون عاطفه و عشق اثری نداره، فقط الزای تمایلات شخصی مردانه به اصطلاح شهوت جان هست عمل شده. این لایحه البته همونجور که گفتید از زیر فشار مردان به ویژه جنبش زنان از دستور خارج شد، ولی دوباره شنیدم که دیروز اون رو با اصرار دولت دوباره به دستور وارد کردن و الان دوباره مطرح هست. ولی من تصور نمی کنم که زنان ایران اجازه بدن چنین ننگی بر تاریخ حتی حقوق مقننه ایران ظاهر بشه. سپاس. سرکار خانم شکور میرزادگی، تصور میفرمایید بانوان ایران چه باید بکنن در این مرحله که این قانون هی به مجلس نرود؟ چون اصلا نه تنهای ما، با بسیار لوایح دیگر فعلا مشکل داریم. خانوم های در این کمپین 1,000,000 امضا که کوچکترین حقوق قانونی خودشون رو میخوان، که حتی در خود قانون اساسی جمهوری اسلامی ذکر شده، هنوز حائز اون حقوق نیستن. تصور میفرمایید چه باید بکنن؟ هدف دولت از پافشاری بر تصویب این لایحه که شایدم یک جوک باشه، شایدم یک سیلی باشه بر گوش مبارزات زنان ایران، مبارزه بر علیه مبارزات زنان ایران، چه باید بکنند خانم های ایران به غیر از آنچه می کنند از نظر قوانین مدنی، قهر قوانین مدنی در داخل ایران با این محدودیت چه بکنند بانوان؟ من فکر میکنم که زنهای ایران بیش از اون کاری که الان دارن میکنن نمیتونن، یعنی در اون شرایط امکانش نیست. به نظر من اون چی که اینها میکنن نه جوکه نه شوخیه، یک واقعیتیه که از خودشون برمیخیزه. در نمایندگان مجلسی که اکثریت مردها خودشون چند زنه هستن، طبیعیه که یه همچین چیزی، یا تمام افراد دولتی که هستن اکثرشون چند زنه هستن، یعنی عملا اونا این کارو دارن میکنن و باور دارن. و تحقیر زن در تصور این جماعت یه چیز طبیعیه و شوخی هم نمیکنن و روز به روزم سختتر میگیرن. اما تمام کاری که اولا من معتقدم باید انجام داد باید بیرون از ایران، یعنی دیگه من اعتقادی ندارم که به قوه قضاییه به آقای شاهرودی متوسل بشن که خودشون چند زن است، به آقا رئیس مجلس متوسل بشن که ایشون چند زنه، اون یکی چند. یعنی تنها راهی که برای زنهای ما مونده توسل به سازمانهای بزرگ حقوق بشری دنیاست که بتونن از اونها بخوان که این حکومت رو تحت فشار قرار بده، با کشورهایی که با داد و ستد تجاری دارن اونها رو تحت فشار قرار بدن که اقلا مسئله زنان و حقوق بشر رو در جریان بذارن و بعد بتونن با اونها. یعنی ما تنها کاری که میتونیم بکنیم تحت فشار گذاشتن کشورهای متمدنه، با یک حکومتی که تمدن نمیدونه چیه چگونه میشه ازش چیزی رو خواست. این از این. بعد من تعجبم و حیرتم بیشتر از زنان و مردانیه. ببین این مسئله فقط تحقیر زنها نیست، تحقیر مردها هم هست. یعنی انواع، زمان الان نیست که من توضیح بدم که چرا بیشتر تحقیر مردها تا تحقیر زنها. رنج زنها بیشتره ولی تحقیر مردها بیشتره. من اعتقادم اینه که الان بسیاری از زنان و مردان روشنفکر ما کوتاهی میکنن. یکی از اونا، من در یک برنامه تلویزیونی بودم با دو تا شخصیت تحصیل کرده، یکیشون خانم و یه آقایی که هر دوشون از فعالین حقوق بشر بودن، میگفتن که تحت شرایط استثنایی میشه این کاره همسر دوم گرفت، ولی مخالفتشون با اینه که چرا میگن که مرد اگر پول داشت میتونه زن بگیره، در حالی که ما باید از پایه و از ریشه با کل این ماجرا مخالفت کنیم. من به این خانم گفتم در چه شرایطی؟ گفت مثلا اگر زن مریض باشه. گفتم ببینم، اگر مردی مریض باشه و زن سالمش چه باید بکنه؟ باید بره شوهر دوم بگیره؟
گفتن ماجرا رو، گفتن آخه جمعیت زن ایران بیشتره. گفتم آخه این چه حرفیه که میزنید؟ و البته زمان کوتاه تمام شده بود. مثل این میمونه که الان در کشورهای اروپای شرقی به دلیل اینکه زنها همه اومدن در اروپای، بیشتر زنها اومدن در اروپای غربی، تعداد زنها، تعداد مردها در داخل این کشورها بیشتره. پس ما بگیم چون بیشتره همه زنها میتونن 5 تا شوهر بکنن. و به نظر من هیچ فرقی هم نمیکنه که چند همسری از طرف مردا باشه یا از طرف زنها باشه. اتفاقا زنها خیلی هم از نظر فیزیکی هم از نظر روانی آمادگی بیشتری دارن که بتونن، اگر ناانسان باشن، که بتونن چند همسر باشن. این به نظر من باید از کل با این ماجرا مخالفت کرد و کوتاه نیامد. سپاس از شما. با جناب مهندس کوروش زعیم، با خانم بانوی شعر ایران، خانم سیمین بهبهانی مصاحبه داشتم شنبه گذشته در برنامه‌ام در این ارتباط. ایشون معتقد بودن این یک ننگ فرهنگی است و باید زنان و مردان همگام با هم قیام بکنن در ایران. نظر شما چیست؟ چه خواهید کرد و چه باید بکنن بانوان ایران در مقابل چنین لایحه ننگینی؟ بر حال زنان ایران به ویژه جنبش زنان ایران بسیار فعاله در این رابطه. از صحبت هایی که توجیهاتی که می کنن برای این لایحه کاملا نادرسته. اینکه زنان در ایران مردان هستن که بر حال دلیل نداره که چنین لایحه‌ای براش تصدیق بکنن، این هم نادرسته. ما الان طبق آمار خود جمهوری اسلامی حدود 14 میلیون مرد ایرانی داریم که آماده ازدواجن و در برابر اون کمتر از 10 میلیون زن ایرانی هستیم که در سن ازدواج قرار دارن. بنابراین در واقع کمبود زن هست که الان در کشورمون وجود داره. و دوم اینکه این لایحه البته اگر تصویب بشه و به صورت گسترده اجرا بشه، که من همچین آینده‌ای رو براش نمی‌بینم در هر دو مورد، روی سلامت خانواده های ایرانی تأثیر بسیار منفی خواهد داشت، چون عاطفه رو از خانواده بیرون خواهد برد و فقط ارضای نیازهای مردان مطرح خواهد بود. اثر بسیار بدی در پرورش فرزندان خواهد داشت. فرزندانی که در یک خانواده بی‌عاطفه بزرگ بشن و مسئولیت پرورش اینها تقسیم بشه و اون درگیری هایی که در این خانواده ها هست و خواهد بود، باعث میشه که نسل بعدی ما بسیار ببینه و از سلامت کامل روانی برخوردار نباشه. من تصور نمی کنم که الان جنبش زنان ما واقعا یکی از بزرگترین و زنانی که من در تاریخ دیدم واقعا ما افتخار میکنیم بهشون. من تصور نمی کنم که اینا اجازه بدن چنین لایحه ای تصویب بشه، با وجودی که الان طبق آماری که داده شده بیش از 60 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو زنه یا بیشتر هستند. این فرهنگ اتفاقا این باعث شد که مسئله به سطح افکار عمومی بیاد و مورد ارزیابی قرار بگیره و همه مردم ایران به طور کلی با این نوع تفکر به جز قشر کوچکی که این رو عمل می کردن با این مواجه بشن و به زشتی اون پی ببرن و خود فرهنگ جامعه ما این مسئله رو دفع بکنه از جامعه. من آینده ای برای این لایحه نمی بینم، حتی تصدیبش هم نزدیک هست، ولی به هر حال از این که چنین فرهنگ بیگانه ای که وارد ایران کردن آقایون به نوعی محدود که هویت خودشون رو خارج از ایران میبینن، این فرصت داد که زشتی این گونه اندیشه ها مورد بحث قرار بگیره و مورد ارزیابی قرار بگیره. البته
این نظام نه تنها در مورد بانوان، وقتی که در مورد آثار فرهنگی و ملی ما بی توجه، به ویژه موردی که شما جناب مهندس کوروش زعیم به همراه سرکار خانم شکوه میرزادگی چند سالی است به دنبالش هستید و چهارمین سالگرد کمیته بین المللی نجات پاسارگاد هست برای آبگیری سد سیون که بیش از یک سال آغاز شده و برای نجات تنگه بلاغی که واقعا یک محل و یک فضا و یک شهری از تاریخ هزاران سال گذشته ما و بسیار آثار کشف نشده در اون مرحله است، در اون منطقه است. بفرمایید سرکار خانم شکوه میرزادگی، شما خودتون هنین که فعال حقوق زنان هستین، فعال نجات آثار ملی ما هم هستین، به ویژه تخت جمشید به مناسبت چهارمی سالگرد کمیته بین المللی نجات پاسارگاد، چه نتیجه گرفتید در این چهار سال و به کجا رسیده کار؟ من فکر میکنم که ما در جای درستی قرار گرفتیم و اون اینه که من اتفاقا یک ساعت پیش داشتم با یکی از فعالین سیاسی در ایران صحبت میکردم و حرف جالبی میزد، میگفتش که ایشون یه مدتی در زندان بود و وقتی که از زندان اومد بود بعد از 4-5 سال میگفت یهو دیدم که فضای جامعه عوض شده، آدم ها راجب مسائل فرهنگیشون حرف میزنن، راجب کوروش حرف میزنن، راجب ویرانی آثار باستانی حرف میزنن، میگفت چیزهایی که اصلا وجود نداشت، چون میدونین که در ایران در آموزش و پرورش این مسائل تاریخ ایران قبل از اسلام وجود نداره و الان به نظر من کاری که کمیته نجات پاسارگاد انجام داده که من اسمشو گذاشتم در واقع جنبش بیداری فرهنگی، این جنبش بیداری فرهنگی اتفاق افتاده در سرزمین ما و دیگه نمیشه جلوش گرفت، برای اینکه درست مثل این میمونه که یک بچه ای رو که به دلیلی گم شده و ناگهان پدر و مادر و فامیلش رو پیدا میکنه و دلش نمیخواد دیگه از اونها جدا بشه، مردمان سرزمین ما هویت گم شده خودشونو که طی سالها نزدیک به 1000 سال از حافظه اونها پاک کرده بودن داره این رو به یاد میاره و داره اون رو به دست میاره و اون رو تطبیق میده با مسائل خردمندانه که در همه جای در کشورهای پیشرفته وجود داره و به نظر من این جنبش بیداری فرهنگی رو نباید دست کم گرفت و باید در هر کجایی دنبالش بود تا بتونیم بیشتر گسترشش بدیم. سپاس از شما. اتاق فرمان عکس‌های جدیدی خانم میرزادگی برای ما فرستادن از پاسارگاد، لطف بفرمایید این عکس‌ها رو نشون بدید. آقای مهندس کوروش زعیم، شما کار به کجا رسیده در داخل؟ آیا آسیبی به آرامگاه کوروش و اون منطقه رسیده تخت جمشید؟ شما که در ایران میتونید بروید و بازدید بکنید محل رو؟ بله، آسیب به پاسارگاد فقط منحصر و محدود به آسیب به آرامگاه کوروش و آثار تاریخی پاسارگاد نیست. من با سد سیون که البته مبارزه جدی و گسترده برای حفظ فرهنگی از اون موقع پای گرفت، نه تنها الان آسیب های جدی وارد آورده به آثار تاریخی پاسارگاد و پیرامونو، بلکه به محیط زیست و اکوسیستم و حتی زنده ماندن دریاچه هایی که از این خانه ها تبدیل شدن و اکوسیستم و پرندگان زنده ماندن پرندگان مهاجر اونجا اثر گذاشته. ولی اصلا این پاسارگاد الان تقریبا یکی از به صورت وقتی مبارزه این مبارزه شدیم که کمیته بین‌المللی نجات پاسارگاد
دادن اطلاعات درباره آنچه میگذشت در ایران علیه میراث تاریخ فرهنگی، ما متوجه شدیم که در واقع ما در یک جنگ فرهنگی قرار گرفتیم و این منحصر به پاسارگاد نمیشه، البته پاسارگاد بود چون نماد فرهنگ کهن ایران هست که در سراسرجهان و در تمدن بشری تاثیرگذار بوده، این به صورت یک نماد مورد توجه و قرار گرفت، ولی در واقع ما در یک جنگ فرهنگی قرار گرفتیم و محور این جنگ فرهنگی خود جمهوری اسلامی یا عواملی در جمهوری اسلامی هستند که عمدن و به طور سیستماتیک برای نابودسازی آثار فرهنگی کهن ایران کوشش میکنند و حتی تبلیغاتی که علیه فرهنگ ایران در داخل کشور میشه ما جای پای جمهوری اسلامی مشاهده میکنیم و اینها بار دیگر برای سومین بار در داخل ما کوشش میکنند که این فرهنگ رو تا اونجا که میشه عقب برونند و فرهنگ‌های بیگانه رو جانشینشون بکنند. بنابراین مبارزه و فعالیت های کمیته بنامه پاسارگاد که جهده داد که همه این فعالیت ها متمرکز بشه و اطلاعات متمرکز بشه به همه اونایی که میخوان مبارزه کنن یا میخونن یا در دهه دوره آسیب های دورست فرهنگ و تاریخ ما میرسه دارن اونجا اطلاعات بیشتری رو کسب بکنن و مبارزه خودشون رو تقویت کنن، ولی این هنوز پایان ماجرا نیست و تا موقعی که این جمهوری اسلامی به ویژه این جناح حاکم هست در قدرت ما باید منتظر آسیب‌های بیشتر باشیم که در جنبه زبان رسمی کشور که در جنبه فرهنگ اجتماعیمون و البته در موارد میراث فیزیکی تاریخی و فرهنگیمون که در سراسر کشور الان داره به طور برنامه ریزی شده، البته این عرضه خودم مسئله چون خودم میپذیرم به صورت برنامه ریزی شده و همدی در حال انجام هست. از شما بسیار سپاسگزارم آقای مهندس زعیم، در فرصت دیگر با شما مجدداً تماس خواهیم گرفت. سپاس از زمانتون که این موقع نیمه شب بیدار هستید. بدرود میگم با شما آقای مهندس. سپاسگزارم از دعوت من و بدرود با بینندگان عزیز شما. درود بر شما، درود بر شما. خواهش میکنم. سرکار خانم شکومیزادگی تشریف دارید به عنوان ختم برنامه. خانم شکومیزادگی، من تصور میکنم این مقاومت، حالا من میگن مردانگی، زنانگی بانوان ایران که به طور جمعی حرکت میکنن، هرگز نه هیچ کس اعلام رهبری کرده، نه ادعای پیغمبری کرده، نه اومده در قالب یک جنبشی بخواد کیسه خودشو پر کنه و زبانزد جهانیان شدن بانوان ایران. باید بگیم این آقایون باید در مقابل این خانوم ها کفش پاشنه بلند بپوشن، چون در از نظر جهانی خیلی کوتاه آمدند، خیلی کوتاه نگاه بهشون میشه و نشان میدهن خودشون رو از نظر معرفت، انسانیت، شهامت. شما چه فکر میکنید در این مورد؟ دو دقیقه یا یک دقیقه به عنوان پرسش آخر. خواهش میکنم. بله، این حرکت های زنها، جنبش زنان ما کاملا قابل تحسینه. من همطور که دیروز داشتم به شما میگفتم، این جنبشیه که مثل یک کبوتریه که دو بال داره، یه بالش داخل ایرانه و یه بالش بیرون از ایران، یعنی زنان و مردانی هم که بیرون از ایران آمدن برای این جنبش و برای رساندن صدای این جنبش نهایت تلاش رو به کار بردن و نباید اون رو نادیده گرفت و نباید اون رو نادیده گرفت که مردهای زیادی در ایران همراهی کردن، یعنی تا اوج ماجرا و زیبایی ماجرا و به نظر من امید توفیق ماجرا از اونجاست که مردها نیز باور کردند که برابری زن و مرد یعنی آغاز
برابری انسانی و آغاز آزادی و دموکراسی در یه سرزمین. از شما سپاس دارم، با شما بدرود میگم بانو شکوه میرزادگی، تا صحبت دیگر. www.savepasargad.com برای تماس با خانوم شکوه میرزادگی، برای دیدن آخرین عکس ها از پاسارگاد، آخرین مقالات از مهندس کوروش زعیم، و خواستم ایمیلشون رو بگیرم فرصت نشد، ولی میتوانید به www.savepasargad ایمیل بزنید و خانوم شکوه به ایشون ارجاع میدن. سپاس دارم از شما خانوم شکوه میرزادگی.